خب حالا قبل از اینکه به مرحله بعدی بریم یه چند تا قانون رو میخوام براتون توضیح بدم. توی کشور کانادا و معمولاً آمریکا هم قانونش همینجوری هست. یه قانونی هستش اینه که شما وزن درون و وزن یه باتری که روش هست موقعی که داری پرواز میکنی اگر کمتر از 250 گرم باشه، یه گروه خاصی برای خودش داره، بین 250 گرم تا 2.5 کیلو اون یه گروه خاص دیگه میشه، 2.5 کیلو به بالا تا 25 کیلو میشه یه گروه خاص و 25 به بالا هم. یعنی تقریبا 10 برابر این عوض میشه. حالا اگر زیر 250 گرم باشی احتیاجی نداری که کلاس برداری، ولی هنوز یه سری چیزای قانونی باید رعایت بکنی وقتی که میخوای پرواز بکنی. نزدیک فرودگاه نباید بری، نزدیک مثلا بالا سر جایی که مثلا استادیوم بازی دارن میکنن، یا روی مدرسه، یه سری جاهایی که مثلا میرین خیلی پارک های جایی از خودشون علامت دارن که مثلا نباید با درون عکس درون کشیدن، که مثلا یه زبدر زدن که نباید با اونا پرواز بکنین. زیر 250 گرمی داشتی فقط باید اونا رو به قول معروف common sense، نمیدونم چی میشه فارسی، مثلا یه چیز منطقی رو رعایت بکنی، خودت یه سری کارهای درست رو نباید انجام بدی. اگر بین 250 گرم باشه تا 2.5 کیلو باید بری یه کورسی هست، یه کلاسی هست، باید میتونی یا تو اینترنت برم برش داری. ماره مثلا توی کانادا رو من میگم، آمریکا هم همینجوری هست تقریبا، یه بهش از طرف نیروی هوایی یه گروهی هست یا یه مثلا یه شبکه‌ای هستش که با این چیزا کار میکنه. وقتی که این کورس رو شما برمیداریم خیلی چیزا رو بهتون یاد میدن که چه کارهایی باید بکنی چه کارهایی نکنی، بعد امتحانش رو توی چیز انجام میدین، توی اینترنت انجام میدین، و وقتی که اون رو قبول بشین بهتون یه دونه مثل مجوز میدن، یه لایسنس میدن. با اون لایسنس میتونین درونی که بین 250 گرم تا 2.5 کیلو هست براش پرواز بکنین، ولی هنوز چیزای قانون قبلی بهتون هست، نه بالا توی فرودگاه نباید بری. یه فرقی که داره توی فرودگاه نباید بری اینه که من الان میتونم برم نزدیک فرودگاه و از فرودگاه اجازه بگیرم که اون دوروبر پرواز بکنم. حالا معمولا گرفتن اجازه خیلی سخته، چون انقدر سوال جواب ازت میکنن که اگه دلیل خاصی نداشته باشه که نخوای بری دوروبر فرودگاه پرواز بکنی که اصلا دنبالش نمیری، چون یه کار خیلی دردسریه، باید تمام اطلاعاتت به پلیس و اینجور چیزا بدی، و چون به پلیس اینا که اطلاعاتت میدی خیلی دوست ندارن که مردم مثلا بدونن اسم چیه کجا میری، حالا از این اتفاقا میفته. ولی وزن این وقتی که کمتر از 250 گرم باشه شما احتیاج به این که کلاس ورداری ندارید. اگه وزنش بیشتر از 250 گرم باشه، همونجوری که گفتم بین 250 تا 2.5 کیلو باشی، باید میتونی آنلاین درس ورداری، اجازهش رو بگیری، یه شماره رجیستریشن نمبر بهت میدن که این زیر میچسبونی، که الان من برش داشتم برای اینکه نمیخوام توی فیلم بیفته شماره رجیستریشن ما باشه توش، و این در اصل اینو با دولت میگی که این شماره سریال این مال منه، و مثلا پلاک ماشین که اون صاحب ماشین و این سند ماشینه که من اجازه دارم اینو، اینو مثلا تا ماشین واسه رانندگی میکنین همونه، دقیقا همون حالت داره. از 250 گرم به 2.5 کیلو، اگه 2.5 کیلو به بالاتر برین اونا کلاس‌های حضوری باید برین، اول اینکه اینو باید رفته باشین کلاس‌های حضوری برین، خیلی چیزای دیگه ازتون تست میگن، بک‌گراند پلیستون رو چک میکنن و خیلی چیزای دیگه. حالا اونا فرق نمی‌کنه برای من، چیزی که نیست نخواه انجام بدم، ولی برمیگرده همش برمیگرده به اینکه اگر بخواید درست قانونی پرواز بکنی یه سری چیزا رو باید رعایت بکنی. یه چیزی که یادم رفت بگم که خیلی لیستش طولانیه، ولی چیزایی که خیلی زیادتر باید هم یادش بمونه، ارتفاع 120 متر بیشتر نباید بری بالا، یعنی به 120 متر رسیدی نباید بیشتر بری بالا. خود این تا 500 متر هم من دیدم که سایه میرن بالا، حتی بالاتر هم میتونی باهاش بری، ولی از روی کتابی قانونی 120 نباید بیشتر بره. یه قانون دیگه مثلا هستش اینه که از نظر دیدنش نباید ازت دور بشه، باید بتونی ببینیش، ولی اگه دور بشه یه جایی بری که مثلا از چشم نتونی ببینی که این کجا هست، باید سریع برگردی. چون اینها از نظر کتابی باز برمیگرده به اینکه به شرایط چجوری باشه، شما میتونین تا 8 کیلومتر اینو باهاش پرواز بکنید.
بهترین برمیگرده به اینکه چقدر شرایط خوبه. یعنی 8 کیلومتر که بتونی با یه باتری پرواز بکنی، یعنی میتونی 4 کیلومتر بری 4 کیلومتر برگردی و فاصله خیلی زیادیه. من خودم معمولا 1 کیلومتر بیشتر نمیرم، یکی به خاطر اینکه بعد از یه مقدار که دور میری دیگه واقعا نمیبینیش، چون تو آسمون مخصوصا رنگش هم اگر مثلا میبینی رنگ خاکستری یا رنگ با رنگ ابر و آسمون، اینا اصلا گم میشه، دیده نمیشه. حتی کمپانیای دیگه هستن رنگاشون فرق میکنه، ولی خب این دیدنش واقعا سخته. حالا اگه روشنش بکنم میبینی که چجوری کار میکنه. و این مسائل باید حتما در نظرتون باشه که چجوری اگه از راه دور دارین میرین اون کارو انجام بدین.